بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه امشب رو پی میگیریم با برنامه شامگاهی آن سوی خبر که هر شب در سی دقیقه نگاهی خواهد داشت بر تازه ترین رویدادهای ایران و جهان تا باسخانی سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت تازه ترین اظهارات آشتیجویانه و اسلام دوستانه باراک اوباما در تفکیک خشونت داعشیون و مبدت اسلامی ایجاد موج تازه اصرار و انکار هسته میان آژانس بین المللی از یک سو و رد و تکذیب مسئولین جمهوری اسلامی از سوی دیگر کماکان واکنش به حصر رسانه‌ای محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب جمهوری اسلامی رویدادهای حقوق بشری با تایید اعدام جوان کرد ایران و بالاخره موج نبردهای بیامان در اوکراین و انتشار تنش در گستر ای تا بریتانیا اهم مطالب و موضوعاتی بودند که در طول 24 ساعت گذشته بر صدر عمده رسانه های داخلی و خارجی جای داشتند. همینک مرور می کنیم سویه های تازه ای از برنامه آن سوی خبر. اما تازه ترین اظهارات اوباما در خصوص رابطه اسلام و داعش در آخرین دور از نشست مبارزه با افراد گرایی و خشونت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این ادعا رو که غرب با اسلام در جنگ است دروغی زشت خان و بر ضرورت مقابله با افراد گرایی تاکید کرد اوباما روز پنجشنبه 19 فوریه در مراسم پایانی نشست مبارزه با افراد گرایی و خشونت می گفت همه ما مسئولیت داریم که در برابر این حرف نادرست بیستیم که گروه مثل دولت اسلامی یا داعش نماینده دین اسلام هستند چون این باور غلط تنها باعث تقویت موضع آنها می شود با این حال او یادآور شد که بخش قابل توجهی از تبلیغات گروه های همچون القاعده و داعش در جوامع مسلمان انجام می شود اوباما در ادامه این سخنرانی می گفت جوامع مسلمان از جمله نخبگان و روحانی ها مسئولیت دارند که نه تنها باورهای این گروه ها بلکه این ادعا رو هم که ما به نوعی درگیر جنگ تمدن ها هستیم رو رد کنند اوباما در حضور نمایندگان بیش از 60 کشور و سازمان جهانی می گفت که پیشینه ای پیچیده بین غرب و خاورمیانه وجود دارد ولی با این حال نباید غرب رو مقصر وقایع خاور میانه دانست ایشان با اشاره به عملیات نظامی ائتلاف بین المللی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا علیه نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه یادآور میشد که کشورش هر زمان لازم باشد علیه القاعده در یمن و سومالی نیز وارد عمل خواهد شد باراک اوباما همچنین تأکید کرد برای مبارزه با افراد لازم است که با فساد مالی و نابرابری اقتصادی و جنسیتی نیز مقابله شود و در همین راستا می گفت فقر باعث تروریست شدن افراد نمی شود ولی جوامع نابرابر و فقیر بستر مناسبی برای تروریسم هستند و اما تازه ترین موزه آژانس جهانی انرژی هسته‌ای در خصوص عدم پاسخ ایران به دو پرسش کلیدی در حالی که مهلت ایران و شش قدرت جهانی برای رسیدن به توافق سیاسی در حال پایان است آژانس بین انرژی اتمی میگوید ایران هنوز به پرسش های این نهاد پیرامون انجام آزمایش های احتمالی برای ساخت بمب اتمی پاسخ نداده است خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه سیوم بهمن خبر داد که نسخی از گزارش محرمانه آژانس را در اختیار دارد که میگوید ایران هنوز هم درباره دو موضوع و دادن اطلاعات لازم به آژانس اجتناب می کند. این گزارش در حالی منتشر شد که قرار است مقامات ایران و آمریکا از روز جمعه به مدت سه روز مذاکرات هسته ای رو در ژنو ادامه دهند. دیدار محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه دو کشور نیز روزهای شنبه و یک شنبه انجام خواهد شد دو موردی که در گزارش جدید آژانس به آن اشاره شده است مسئله آزمایش چاشنی های انفجاری و شبیه سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته است که آژانس میگوید تهران هنوز پاسخی درباره آنها نداده است. این در حالی است که ایران متعهد شده بود تا روز سوم شهریور ورما به این سوالات جواب دهد در گزارش محرمانه آمانو گفته می شود که ایران هیچ توضیحی درباره این موضوعات به آژانس نداده است در همین راستا رویترز می نویسد که دیپلمات های غربی به اجتناب ایران از دادن توضیحات درباره دو موضوع خاص یاد شده به عنوان عدم تمایل جمهوری اسلامی به همکاری کامل با آژانس نگاه می کنند. دو دیپلمات غربی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که گزارش آژانس امروز پنجشنبه در اختیار 35 عضو شورای حکام قرار خواهد گرفت این خبرگزاری با استناد به گفته دیپلماتها ها مینوشت که انتظار می روید در گزارش جدید آژانس به این نکته نیز اشاره شود که ایران بنابر تعهدات خود برخی فعالیت های را رو محدود کرده است اما در همین رابطه دولت جمهوری اسلامی ایران سخنان آمانو رو رد می کند رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتگوی با خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس درباره اولین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 2015 و در آستانه مذاکرات هسته ای که قرار است از فردا در ژنو برگزار شود می گفت این گزارش بار دیگر نشان می دهد که تمام فعالیت های هسته ایران تحت نظارت آژانس ادامه دارد. ایشان در این راستا اضافه می کرد که گزارش همراه با جزئیات شامل مکان ها، تعداد سانتریفیوژ ها نوع آنها مقدار مواد اعم از غنی شده و غنی نشده تعداد صفحات سوخت تولید شده بازدیدهای مکرر نمونه برداری ها و نتایج آنها اگرچه غیر لازم بوده و موزی جنبش عدم تعهد هم در مخالفت با آن است اما نشان از شفافیت کامل برنامه هسته صلحآمیز ایران دارد نماینده دائم ایران در آژانس انرژی هسته ای خاطر نشان می کرد که این گزارش همچنین بار دیگر تایید می کند که ایران به تمامی اقداماتی که به صورت داوطلبانه طبق توافق ژنو و تمدید آن پذیرفته عمل کرده است و اما واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی به این اتهامات تازه هسته ای مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه درباره برخی سوء ها از اظهار نظر اخیر خود توضیحاتی داد و میگفت که مذاکره کنندگان ایرانی فقط در چارچوب رهنمودهای رهبر انقلاب عمل می کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه در همین راستا میگفت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هستهی با پنج به علاوه یک همانگونه که مقام رهبری فرموده اند فقط با توافقی که در یک مرحله صورت گرفته و حاوی تمامی جزئیات و کلیات باشد موافقت خواهد کرد ایشان در همین راستا اضافه می کرد که تیم مذاکراتی ایران دقیقا در همین جهت مذاکره کرده و خواهد کرد ادامه می دهیم با آخرین واکنش های انرژی هستهی همزمان در واکنشی دیگر در همین زمینه حسین شریعتمداری مداری نماینده آیت الله خامنه ای در مؤسسه مطبوعاتی کیهان با بیان اینکه توافق روی کلیات مفهومی ندارد می گفت آنچه مهم است توافق روی جزئیات است. به گزارش خبرگزاری فارس حسین شریعتمداری مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان اصر روز پنجشنبه گویا در حاشیه مراسم ختم مادر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در مسجد جامعه نارمک با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد که آمریکایی ها طرح توافق دو مرحله ای رو دنبال می کردن. به این معنا که در مرحله اول بر روی کلیات و در مرحله دوم توافق بر روی جزئیات صورت بگیرد اما این در حقیقت همان کلاه گشادی بود که در توافق ژنو سر ما گذاشتند ایشان افزود که چالش 11 ساله ما در مورد جزئیات است نه کلیات و این کلیات نیز شامل قنیسازی و غیرو در معاهده NPT آمده و بحث بر سر این نیست بلکه اگر قرار باشد بر روی کلیات توافق کنیم انگار اصلا توافق نکردیم کماکان بیننده برنامه شامگاهی آن خبر هستید از تلویزیون ایران فردا ممنوع و تصویری خاتمی همچنان موجی از واکنش های حامیان این دولت مرد اسبق عرصه اصلاحات رو در پی دارد برخی از گروه های نزدیک به اصلاح طلبان ایران و همچنین کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی نسبت به ممنوعیت انتشار تصویر و سخنان محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در رسانه های کشور اعتراض کردند. شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به مهندس میرحسین موسوی نیز از مدیران مسئول مطبوعات ایران خواسته که مستند قانونی این حکم رو از مقام قضایی مطالبه و از پذیرفتن سانسور حکومتی و دستورات مقایر قانون اساسی و قانون مطبوعات پرهیز کنند. قلام حسین محسنی اجعی سخنگوی قوه قضایی ایران روز 27 بهمن در نشست خبری خود بین خبرنگاران گفته بود که رسانه ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران منعکس کنند و با رسانه های به گفته او متخلف برخورد خواهد شد اجعی همچنان تاکید کرده بود که در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضایی آنها را به عنوان سران فتنه محسوب می کند دستگاه قضا می تواند دستوراتی بدهد کانون مدافعان حقوق بشر و ریاست شیرین عبادی روز پنجشنبه سیوم بهمن ما ضمن ارائه گزارشی از نقض حقوق بشر در ایران در ماه بهمن این سخنان اجعی رو حافظ منافع اقلیتی دانست که به گفته این کانون مطامع سیاسی و منافع گروهی خود رو عین امنیت ملی دانسته و قوه قضایی رو ملزم به رعایت آن می کنن. به گفته کانون مدافعان حقوق بشر چون این برداشتی از امنیت ملی نادرست و نشانه ای از ورود سیاست به عرصه قضاوت است که باعث بی مردم به دستگاه قضایی می شود سامان نسیم و اعلام قطعی اعدام وی در حالی از ابهام دیگر رویداد حقوق بشری برنامه آن سوی خبر امشب است خانواده سامان نسیم میگویند او اعدام شده است این در حالی است که منابع رسمی تا این ساعت در این باره خبری مشخصتر ندادهاند یکی از روزنامه‌نگاران کرد از قول خانواده سامان نسیم در فیسبوک خود نوشته بود که سامان اعدام شد و در حال تدارک مراسم هستیم این روزنامه‌نگار میگوید به خانواده سامان گفته شده که لباسهایش را در روزهای آینده میتوانند تحویل بگیرند ایشان در فیسبوک و استاتوس و کامنت نگاشت خود اشاره می کرد خانواده سامان به شدت تهدید شده اند که در این زمینه سکوت کنند می گفت خانواده کاملا پذیرفته اند که سامان دیگر زنده نیست با این حال بیخبری از وضعیت سامان نسیم زندانی کرد محکوم به اعدام در منابع رسمی همچنان ادامه دارد پیش از این گفته شده بود که قرار است حکم اعدام نسیم روز پنجشنبه سیوم بهمن در زندان ارومیه اجرا شود لازم به توضیح که به استحضار بینندگان عزیز برسونم سامان نسیم در 17 سالگی به اتهام عضویت در گروه مسلح پژاک بازداشت شد و نزدیک به دو سال پیش نیز دادگاه انقلاب مهاباد در آذربایجان غربی او رو به اتهام عضویت در گروه حیات آزاد کردستان یا موسوم به پژاک و همینطور فعالیت مسلحانه علیه سپاه پاسداران مهارب شناخت و به اعدام محکوم کرده بود در روزهای گذشته و در پی انتشار گزارش از تأیید حکم اعدام آقای نسیم و احتمال اعدام او سازمان های حقوق بشری و فعالان حقوق بشر به این موضوع واکنش گسترده نشان داده بودند که دبیر کل سازمان عفو بین از جمله آن کسانی بود که روز چهارشنبه 29 بهمن از علی خامنه ای رهبر ایران مستقیما یک ویدئویی خواسته بود که جلوی اعدام سامان نسیم رو بگیرد. ادامه می دهیم با رویداد دیگری از عرصه نقض حقوق بشر در ایران با بازداشت فلعی گروهی از ایرانیان بهایی در جای جای کشور منابع مختلف از بازداشت 14 نفر از جامعه دینی بهایی در شهرهای اصفهان و تهران طی روزهای گذشته خبر دادند برخی از افراد نزدیک به دستگیر شدگان این بازداشت ها رو تایید کردند اما درباره تعداد دقیق آنها اظهار نظر نکردند در این حال وبسایت هرانا تعداد بازداشت شدگان رو 14 نفر ذکر کرد اما سایت جرس تعداد آنها رو 17 نفر اعلام کرد که در روزهای 27 و 28 بهمن و پس از تفتیش منازلشان بازداشت شدند بر اساس گزارش ها اکثر بازداشت شدگان رو جوانان تشکیل میدادند که پنج نفر آنها در تهران و بقیه در اصفهان دستگیر شدند کامپیوترها و موبایل های آنها نیز توسط ماموران امنیتی ضبط شده است همچنین گزارش شده که در میان بازداشت شدگان یک زن باردار هم بوده است هنوز دلیل بازداشت این افراد اعلام نشده است بهایان در ایران و تحت قوانین جمهوری اسلامی به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته نمی شوند و از بسیاری از حقوق شهروندی بدین روی محرومند ادامه می دهیم برنامه امشب رو با سایر رویدادهای برگزیده در رسانه های مختلف دوست و دشمن آمریکایی نتایج جدیدترین نظرسنجی مؤسسه آمریکایی گالوپ نشان می دهد که 9 درصد مردم این کشور ایران را بزرگترین دشمن کنونی آمریکا میدانند دانند آماری که در مقایسه با 16 درصد سال گذشته سال 2014 کاهشی 7 درصدی نشان می دهد. این کاهش آماری وقتی بیشتر به چشم می آید که آن را با نتایج نظرسنجی سال 2012 مقایسه کنیم زمانی که 32 درصد مردم آمریکا ایران را بزرگترین دشمن خود می دانستند در حالی که کشورهایی مثل روسیه و کره شمالی در آن سال تنها دو و ده درصد آرا را به خود اختصاص داده بودند ایران و قدرت های جهانی از جمله آمریکا آذر سال گذشته به توافق موقت اتمی دست یافتند که بر اساس آن تهران برنامه اتمی خود را محدودتر میسازد و غرب نیز تحریم ها را گام به گام علیه ایران کاهش می دهد. اما نظرسنجی سال 2015 گالوب نشان می که امروز از نگاه آمریکایی ها روسیه بزرگترین دشمن ایالات متحده است با 18 درصد آرا و پس از آن کشورهای کره شمالی با 15 درصد چین با 10 درصد ایران با 9 درصد عراق با 8 درصد کشورهایی که داعش در آن فعال است با 4 درصد و همینطور سوریه با 4 درصد جای داشتند. به این ترتیب با تداوم بحران اوکراین روسیه نیز چهره خسمان تری برای مردم آمریکا پیدا کرده است. برنامه ی آن سوی خبر را پی میگیریم با آن سوی نبردها در کشور بحران زده اوکراین با بروز بحران بر فراز روس و بریتانیا. در خبرها می‌خواندیم که وزارت امور خارجه روسیه به شدت نسبت به اظهارات وزیر دفاع بریتانیا واکنش نشان داده است مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خطری هی و حاضر برای جمهوری های استونی، لتونی و لیتوانی است. وزیر دفاع بریتانیا تأکید کرد که این احتمال وجود دارد که روسیه از روش های پنهانی مانند اعزام نیروهای مخفی که در کریمه نیز به کار گرفته شد در قبال این سه جمهوری بالتیک استفاده کند. روسیه کریمه در خاک اوکراین رو به خاک خود زمیمه کرده است. سه کشور جمهوری بالتیک دارای اقلیت روس هستند اما برخلاف اوکراین عضو پیمان ناتو هم هستند. در واکنش به سخنان وزیر دفاع بریتانیا وزارت امور خارجه روسیه گفت که سخنان مایکل فالون فراتر از اصول و ضوابط اخلاقی دیپلماتی است وزارت امور خارجه روسیه اشاره می کرد که راه مناسبی برای پاسخ به سخنان وزیر دفاع انگلستان خواهد یافت وزارت دفاع بریتانیا نیز اعلام کرد که روز گذشته جت های جنگنده نیروهای هوایی بریتانیا پس از مشاهده دو فروند هواپیمای نظامی روسیه در نزدیکی سواحل بریتانیا به پرواز درآمدند و آنها را به خارج از مناطق هدایت کردند که به لحاظ استراتژی برای بریتانیا مهم است پیش از این نیز یک بار چنین اتفاقی گویا بین این دو کشور رخ داده بود ادامه می دهیم با همین موضوع خبری سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا در این رابطه گفته است که دو هواپیمای روسی در نزدیکی ساحل کرنوال دیده شدند اما این هواپیماها در هیچ زمانی وارد حریم هوایی بریتانیا نشدند گویا خبرنگار بی بی سی نیز می گفت نزدیک شدن هواپیماهای روسی به حریم هوایی بریتانیا برای نمایش قدرت این کشور صورت گرفته است کماکان ادامه می دهیم با رویدادهای خارجی همان که مشاهده کردید اوکراین روسیه و غرب صدرنشین خبرهای منطقی و بین المللی بودند در این میان از اوکراین نیز گزارش های مختلفی می رسد که گلوله‌باران شدید شهر دونتس در شرق اوکراین به رغم توافق آتش بس همچنان ادامه دارد گزارش های محلی خاطر نشان می که بیشتر درگیری ها در نزدیکی فرودگاه جریان دارند نیروهای ارتش اوکراین میگویند شورشیان کماکان به نیروهای دولتی در نزدیک شهر بندری ماریپول حمله می کنند در این میان رهبران روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان تلفنی گفتگو کردند در همین حال نماینده روسیه در سازمان ملل درخواست اوکراین برای فرستادن نیروهای حافظ صلح به شرق اوکراین را محکوم کرده است ایشان این اقدام اوکراین را تهدیدی برای آتشبس خوانده است اما نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه یکدیگر را رو به نقض آتشبس متهم کنند. همچنان بیننده برنامه آن سوی خبر هستید با رویدادهایی از ایران چهار خط شدن همه خطوط ریلی منتهی به تهران تازه ترین اقدام عمرانی در کشور برای کاهش بار ترافیکی کلان شهرهای منتهی به تهران است برمیگردیم با دو رویداد دیگر از ایران آن سوی خبر رو ادامه, ده، ادامه می دهیم وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خط آهن سری و سیر تهران قوم اصفهان با دو و شش میلیارد دلار هزینه از هفته آینده ساخته می شود از چهار خط شدن همه خطوط ریلی منتهی به تهران در آینده نزدیک خبر داد بنابر گزارش خبرگزاری های مختلف ایران عباس آخوندی امروز در مراسم افتتاح محور چهار خطه رباط کریم حسن آباد جاده قدیم تهران قم اظهار می کرد که وزارت راه و شهرسازی پنج هزار میلیارد تومان بدهی به شرکت ها دارد و این یعنی بیشترین بار ما بر دوش دفاتر مهندسی است ایشان اشاره می کرد که برای انجام این کار گروهی رو معمور کردن تا موضوع طراحی یک مجموعه شهری تهران شامل استان تهران و استان البرز رو پیگیری کنند وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی یک پارچه تهران بزرگ در حال تهیه است اظهار می کرد یک پارچگی شبکه حمل و و یک پارچگی شبکه خدمات شهری از ویژگی های این طرح است ادامه می دهیم با رویدادی دیگر تازه ترین اظهار موزه احمد جنتی دبیر مادام العمر شورای نگهبان در جمهوری فقها ها عملا اقدامات گروه های تنرو و شورشی داعشی رو به نحوی مستطر تایید میکرد احمد جنتی از جمله میگفت که بسیاری از جوانان که, برو... که به گروه داعش ملحق شده اند به دنبال زنده و مطرح کردن دین اسلام هستند بنابر گزارش فارس جنتی در هفدهمین جشنواره های بین المللی پژوهشی شیخ توسی که در سالن قدس مدرسه عالی خمینی برگزار شد میگفت که باید جوانانی که سعی دارند به گروه های تکفیری و داعش بپیوندند را شناسایی و ایشان را مورد ارشاد قرار داد که متاسفانه حضور جوانان در گروه های داعش به دلیل عدم ارتباط آنان با علمای دینی است جنتی در همین رابطه و راستا خاطرنشان می کرد که بدترین و زشتترین فعالیت گروه داعش جهاد نکاه است که در هیچ جای دنیا این عمل مورد قبول نیست و مردم دنیا باید با فعالیت های داعش به صورت دقیق آشنا شوند که در این راستا علمای دینی وظایف سنگینی رو بر عهده دارند جالب توجه که عمل متعه و یا انجام سیغه های موقت یا ازدواج های موقت نیست خود مدل دیگری از جهاد نکاه است که نخواستیم بار توسط برخی از فقه های تشیع ترویج شد که در سنخ و جنس و ماهیت کار از همسانی خاصی با داعشی های کنونی برخوردار است ادامه با رویدادهای دیگر در وقت باقی مانده روند فزاینده افشای فسادهای دولت احمدی نژاد هر روز با لحن و ادبیات تازه ی از سوی مسئولین روحانی روبرو می شود در تازه ترین افشاگری نوبخت سخنگوی دولت با لحن تا حدودی حیرت اعلام می کرد 700 میلیون دلار را در 6 سال غورت دادهاند سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه مردان اعتدال مذاکرات را با قوت دنبال خواهند کرد می گفت مذاکره با منطق قوی قابل حل است نه با درشتگویی که گویا نقد نرمی بود به تندروهای درشتگو به گزارش ایرنا باقر نوبخت روز پنجشنبه در همایشی این گونه اشاره می کرد که امروز مردان اعتدال مذاکرات را با قوت دنبال می کنند و در پشت میز مذاکره از حقوق مردم ایران دفاع می کنند. از جمله وی افزود مذاکره با زبان درشت و درشتگویی حل نمی شود بلکه این منطقه قوی است که مذاکره را حل می کند و به سرانجام می نوبخت نوبخت در پایان اشاره می کرد که 700 میلیون دلار از دارایی های کشور طی 5 تا 6 سال در این کشور خورده و قورت داده شده است که اشاره آشکار داشت به قارت اموال عمومی در دولت موسوم به پاک دست احمدی نژاد و اما ماجراهای محیطبان دنا که با کشتن شکارچی خود سید اعدام شده است بار دیگر از دام اعدام رهید بنابر گزارش وبسایت خبری دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران حکم اعدام برای غلام حسین خالدی محیطبان منطقه حفاظت شده دنا که متهم به قتل یک شکارچی بود بار دیگر توسط دیوان عالی کشور نقض شد برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری فرستاده شده است تا کنون سه بار این حکم نقص شده بود و پس از بررسی مجدد توسط شعبه یکم دادگاه کیفری استان کهکیلویه و بوی رحمت بار دیگر این دادگاه حکم به اعدام داده بود وبسایت دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران با زمین کردن نسخه از رأی دیوان عالی کشور آورده است که بنابر نظر این دیوان متهم معمول دولت و در حال انجام وظیفه بوده است و از همین رو از حمایت قانونگذار برخوردار می شود. این رأی می که استفاده از سلاح توسط متهم با رعایت مقررات و موازین قانونی بوده است. پیشتر گزارش شده بود که در جریان درگیری تیر ماه سال 89 که بین این محیطبان و چند شکارچی مسلح در ارتفاعات 4400 متری دنا رویداد گلوله شلیک شده از اسلحه او به قتل یکی از شکارچیان به نام محمد پایگزار منجر شده است و با این خبر از دنیای وحش و محیط زیست وقت برنامه امشب آن سوی خبر نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان ارجمند به تماشای ادامه برنامه ها از جمله تازه ترین گزارش های تکمیلی از مهمترین وقایع روز ایران و جهان با یکای کتان خداحافظی میکنم تا درودی نو در شامگاهی دیگر بامداد روشن بدرود مللی انرژی اتمی در گزارشی تازه مطرح کرده که جمهوری اسلامی ایران هنوز به همه موارد مبهم در فعالیت‌های هسته‌ای خود که ممکن است به ساخت بمب اتمی منجر شود پاسخ نداده است. این گزارش یک روز پیش از دیدار ایران و آمریکا برای پی گرفتن مذاکرات هسته‌ای در ژنو منتشر شده است. در این گزارش که روز پنجشنبه سیوم بهمن ماه منتشر شده آمده است که تهران هنوز اطلاعات لازم درباره دو حوزه مورد تحقیق آژانس بین المللی انرژی اتمی را ارائه نکرده است. در این گزارش همچنین آمده ایران از 20 ژانویه 2014 به بعد مطابق توافق خود با گروه پنج به علاوه یک اورانیوم را بالای 5 درصد غنی نکرده است گزارش همچنین اضافه می که ذخایر گاز اورانیوم با غنای کم ایران از نوامبر گذشته تا کنون به حدود 7953 کیلوگرم کاهش یافته است در گزارش همچنین بر اهمیت ارائه اطلاعات از سوی ایران در مورد مجتمع نظامی پارچین تاکید شده است به علاوه آمده است که ایران طبق توافق با شش قدرت جهانی از کامل کردن راکتور عراق اجتناب کرده است خبرگزاری رویترز می نویسد این گزارش محرمانه که به اعضای آژانس ارسال شده چند هفته قبل از ضرب العجل تعیین شده برای رسیدن به توافق سیاسی میان ایران و گروه پنج به علاوه یک منتشر می شود. از امروز جمعه اول اسفند ماه عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد اتمی ایران و بندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا دور جدیدی از گفتگوهای هسته ای را در ژنو آغاز کردند پس از دو روز مذاکره در سطح معاونان وزارت خارجه وزیران خارجه به گفتگوها می پیوندن و دو طرف روزهای یک شنبه و دوشنبه دوم و سوم اسفندما با هیئت‌های کامل در سطح وزیران خارجه با هم مذاکره می خبرگزاری ایرنا به نقل از عباس عراقچی نوشته است پس از روز چهارم ممکن است دیگر کشورهای عضو پنجه به علاوه یک هم به مذاکرات ملحق شوند. سربالعجل رسیدن به توافق نهایی و جامع در مناقشه هسته ایران روز نهم تیر ماه 94 تعیین شده است. معاون سیاسی وزارت کشور خبری از تلاشهای دولت روحانی برای فعال کردن نهاد خانه احزاب داشته است. محمد حسین مقیمی روز گذشته پس از نشستی با نمایندگان خانه احزاب گفته است دیروز نشستی با نمایندگان خانه احزاب داشتیم که بتوانند فعالتر شوند خانه احزاب که نهاد رسمی هماهنگ کننده ارتباط دولت با احزاب سیاسی است در دوره محمود احمدی نژاد تعطیل شده بود این سخنان آقای مقیمی در حالی است که در این هفته قوه قضائیه از ممنوعیت رسانه‌ای نام و تصویر محمد خاتمی خبر داده است که رهبر سیاسی احزاب و گروه های اصلاح طلب است معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه فعالیت خانه احزاب طبق قانون باید تمدید میشد اما این اقدام انجام نشد گفته است پیگیر ارائه راهکارهای مختلف برای فعال شدن خانه احزاب هستیم آقای مقیمی گفته است خانه احزاب که قبلا تعطیل شده همکنون هیچ محدودیتی از نظر ما برای فعالیت ندارد و اعضای خانه و بخصوص هیئت رئیسه باید تصمیم بگیرند اما به خاطر شرایط قانونی که تمدید نشده اشکالاتی دارد چرا که باید طی سالهای قبل تمدید میشد و اکنون راهکارهای مختلف را بررسی می کنیم که چگونه این خانه فعال شود معاون سیاسی وزیر کشور همچنین گفته است این که چه کسی و چه فردی می خواهد کار سیاسی کند به خود افراد برمیگردد ما به عنوان وزارت کشور از هر فرد و یا گروهی که بخواهند فعالیت سیاسی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی انجام بدهند پشتیبانی می کنیم و آمادگی داریم نظرات و برنامه های آنها را بگیریم و به کسانی که میخواهند در این چارچوب حزب تشکیل دهند کمک میکنیم آقای مقیمی افسوده است وقتی رشد آمارها منفی باشد نمیتوان پاسخگوی مردم بود و بهانه ای نداریم چرا که آقای روحانی قول داده که حقوق مردم را به آنها برمیگرداند و این قول قرارها در چارچوب قوانین است وزارت کشور در دولت روحانی در طول یک سال گذشته معاون سیاسی نداشته است و از سوی رأی دهندگان به آقای روحانی به خاطر بر کار بودن فرمانداران و بخشداران دوره احمدی نژاد مورد انتقاد بوده است اکنون آقای مقیمی که به تازگی به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب شده است میگوید تمام مدیران دولت یازدهم موظف به اجرای سیاستها و برنامه های دولت تدبیر و امید هستند و باید از تمام اختیارات قانونی خود برای رسیدن به هدف استفاده کنند معاون سیاسی وزیر کشور همچنین گفته است پیشنهاد تغییر و انتصاب فرمانداران را استانداران به وزارت کشور اعلام می کنند و وزارت کشور نیز موضوع را بر اساس چارچوب های دولت بررسی می کند به نظر می رسد این سخنان آقای مقیمی اشاره است به انتقاداتی که در طول یک سال گذشته درباره عدم تغییر بخشداران و فرمانداران مخالف دولت مطرح بوده است آقای مقیمی درباره بخشداران و فرمانداران گفته است از طریق سلسله مراتب اداری وضعیت آنها را میدانیم و لزومی ندارد که اکنون تک تک آنها را بشناسیم و چارچوب ها اگر درست شود فرمانداران ما وظایف خود را به خوبی انجام خواهند داد معاون سیاسی وزیر کشور درباره انتخابات پیشروی مجلس شورا و خبرگان رهبری نیز گفته است مشکلی برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفند 94 نداریم اما او گفته است که هنوز اعتبار برای رایانه‌ای برگزار کردن انتخابات مجلس دهم ده مسبب نشده است یک مقام آمریکایی گفته است یک نیروی نظامی 25 هزار نفره متشکل از قوای عراقی و پیشمرگه های کرد در حال آماده شدن برای عملیات بازپسگیری شهر موسل از گروه موسوم به دولت اسلامی هستند. این مقام آمریکایی به خبرنگاران گفته است عملیات بازپسگیری موسل احتمالاً در ماه آوریل یا می میلادی یعنی بهار امسال انجام می شود. موسل دومین شهر بزرگ عراق است و اکنون در تصرف 1000 تا 2000 شبه نظامی داعش قرار دارد. شهر موسل با جمعیتی بالغ بر نیم میلیون نفر از ابتدای تابستان گذشته به دست داعش افتاد. به گفته این مقام آمریکایی همه نیروهای حاضر در این عملیات از سوی مستشاران نظامی آمریکا آموزش می‌بینند اما هنوز درباره نقش آمریکا در اجرای عملیات و پشتیبانی هوایی تصمیمی گرفته نشده است در همین حال خبرهایی مبنی بر آزادی چند روستای حساس در نزدیکی مقر فرماندهی داعش منتشر شده است روز گذشته سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه اعلام کرد که حملات هوایی نیروهای ائتلاف در سوریه نقشی مهم در بازپسگیری 19 روستا از داعش در استان رقه ایفا کرده است. از 26 ژانویه که شبه نظامیان داعش زیر فشار حملات هوایی به محاصره کوبانی پایان دادند، نیروهای کرد متشکل از یگانهای مدافع خلق و دیگر گروههای نظامی پیشمرگه در مناطق مختلف پیشروی کردند سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید یگانهای مدافع خلق و دیگر گروههای کرد همکنون حدود 35 کیلومتر از بزرگراهی را در اختیار دارند که شهرهای حلب و حسکه را در دو سوی رقه به هم متصل میکند شهر رقه که پایتخت خلافت گروه داعش محسوب می شود در فاصله 56 کیلومتری این بزرگ راه قرار دارد در این شرایط اعلام آمریکا مبنی بر آغاز حمله مشترک به موسل تحرک تازه‌ای در اقدامهای جبهه مبارزه با داعش محسوب می شود به گفته این مقام آمریکایی عملیات بازپسگیری موسل باید تا ماه انجام شود و در غیر این صورت گرمای تابستان این عملیات را به مخاطره می اندازد. اوایل این هفته حیدرالعبادی نخست وزیر عراق تایید کرد نیروهای این کشور در حال برنامه‌ریزی برای حمله به موسل هستند. نخست وزیر عراق ابراز امیدواری کرده بود که موسل در چند ماه آینده و با حداقل تلفات آزاد شود. آقای عبادی همچنین گفت حملات نیروهای اعتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در چهار پنج هفته اخیر بهبود یافته است با این حال فرماندهان نظامی بیش از 20 کشور جهان روز پنجشنبه در عربستان سعودی تشکیل جلسه دادند تا راههای تقویت ارتش عراق در برابر داعش را بررسی کنند کمتر از یک ماه میشه که کوبانی آزاد شده روسای اطراف کوبانی هم تقریبا از تروریست های داعش پاکسازی شده اما آنچه بعد از آزادی این شهر جان آوارگان و شهروندان تازه وارد رو تهدید میکنه این بار نه خود داعش بلکه تله های انفجاری است که این گروه بعد از عقب نشینی از کوبانی در نقاط مختلف شهر کار گذاشتن جدا از اینکه به خود کوبانی از لحاظ ساختار شهری تماما ویران شده استش و شاید کمتر از سی درصد این شهر قابل سکون that has افزون بر این مسئله مین های کاشته شده در شهر مشکل جدیدی هستش که مقامات شهری رو این روزها درگیر خودش کرده به نحوی که انور مسلم رئیس کانتون کوبانی از سازمان ملل متحد مقامات امریکایی و اتحادی اروپا در این رابطه درخواست کمک کرده در واکنش به درخواست مقامات کوبانی امریکایی ها گفتن که تنها راه حل برای پاکسازی کوبانی و روستاهای اطراف از مین ها و همینطور سرعت بخشیدن به روند بازسازی شهر. این هستش که از پیشمرگه ها و کورت عراقی کمک گرفته بشه چرا که ترکیه تنها به اونها اجازه ورود به کوبانی رو میده در واقع فعلا تنها محور ارتباطی کوبانی با جهان خارج همین گذرگاه مرزی جنوب ترکیه هستش از همین مسیر هم بود که دولت ترکیه اجازه ورود تعداد محدودی از پیشمرگاه های کور رو به کوبانی داد اما علا رغم وجود چنین خطراتی و با وجود هشدار مکرر مسئولین شهر کوبانی بسیاری از آوارگان کرد که در طی این مدت به ترکیه پناه برده بودن به کوبانی دارن برمیگردند سطح شهر هم تماما پوشیده از خمپارهای عمل نکرده و مینهای کاشته شده استش و به ویژه کودکان در این زمینه در معرض خطر بیشتری هستند گزارش ها در این رابطه حکایت از اون داره که تنها در طی 25 روزی که از آزادی کوبانی میگذره ده غیر نظامی تومه این تله های انفجاری شدن و تعداد زیادی هم زخمی شدن وضعیت در روسته های اطراف کوبانی هم به همین شکل هستش در واقع الان داعش داره از این ترفند استفاده میکنه که از هر منطقه‌ای که ناچار میشه عقب نشینی بکنه اون منطقه رو آلوده به مین میکنه چیزی که بیشتر جان غیر نظامیان رو تهدید میکنه این هستش که فعلا نه سوری بیش از این تاب و تحمل ماندن در شرایط آوارگی رو دارن نه وضعیت شهر چه از بود امنیتی چه از لحاظ امکاناتی کاملا آماده پذیرایی از اونها هستش خانواده محمد علی تاهری بنیانگذار گروه عرفان حلقه از قول قوه قضایی ایران برای برگزاری دادگاه این زندانی عقیدتی در هفته آینده خبر دادند. عزت و آزردخت تاهری خواهر و مادر محمد علی تاهری در اطلاعیه‌ای که در فیسبوک منتشر کرده اند گفتند تحرک تازه‌ای برای رسیدگی به پرونده آقای تاهری با حضور یک وکیل جدید آغاز شده است بنابر اطلاعیه خانواده آقای تاهری دادگاه رسیدگی به اتهام فساد فلعرز قرار است در ششم اسفند برگزار شود محمد علی تاهری که بنیانگذار گروه عرفان حلقه است نزدیک به سه سال است که به اتهام ایجاد فرقه انحرافی در زندان به سر میبرد در یک سال گذشته پرونده تازه‌ای با اتهام فساد فی الارض برای آقای تاهری تشکیل شده است که منجر به درخواست اعدام از سوی دادستانی انقلاب برای وی شده است دو هفته پیش نیز دادگاه انقلاب 16 تن از شاگردان محمد علی تاهری را به زندانهای طولانی محکوم کرد این گروه از شاگردان آقای تاهری در پی حضور در تجمعهایی در زندان اوین برای درخواست آزادی آقای تاهری بازداشت شده بودند آقای تاهری در یک سال گذشته به طور متناوب دست به اعتصاب قضا زده است و در ماهای اخیر نگرانی ها درباره شرایط جسمانی وی افزایش یافته بود اکنون خانواده آقای تاهری در پی ملاقات هفته های اخیر همسر و فرزندان آقای تاهری با او از بهبود نسبی شرایط جسمیش خبر دادند خانواده آقای تاهری در بیانیه خود از علاقمندان او خواستند این فرصت را فراهم آورند تا هر گونه اطلاع رسانی درباره شرایط ایشان از طریق وکیلشان صورت گیرد در هفته های اخیر گروههایی از هواداران آقای تاهری در شبکه اجتماعی فیسبوک از احتمال مرگ او سخن گفته بودند در خبری دیگر از زندان ایران گفته شده است محمد سیفزاده وکیل و مدافع حقوق بشر از زندان رجایی شهر کرج به بیمارستان منتقل شده است به گزارش سهام نیوز وبسایت نزدیک به مهدی کروبی آقای سیفزاده به دلیل مشکل کبدی و پروستات به بیمارستان سینای تهران منتقل شده است پیشتر اعضای خانواده او خواستار رسیدگی به وضعیت سلامتی و همچنین انتقال آقای سیفزاده به بیمارستان شده بودند محمد سیفزاده عضو به کانون مدافعان حقوق بشر است که در سال 1390 بازداشت و از جمله اتهامات او تشکیل این کانون و تبلیغ علیه نظام بوده و به هشت سال زندان محکوم شده است وی پیشتر وکالت گروهی از فعالان سیاسی و دانشجویی و روزنامهنگاران را بر عهده داشته است محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفته است 700 میلیارد دلار از دارایی های کشور طی 5 تا 6 سال خورده و قرض داده شده است آقای نوبخت روز پنجشنبه گفته است دولت روحانی وقتی وارد کار شد که دوران طلایی درآمدهای سالانه بیش از 100 میلیارد دلاری به پایان رسیده بود درآمدهای هنگفت رفته بود و به جای آن حلقه محاصر دور ملت ایران کشیده شده بود به گفته آقای نوبخت این در حالی است که دولت حسن روحانی باید با درآمد سالیانه 17 میلیارد دلار کشور را اداره کند مسئولان دولت حسن روحانی پیش از این بارها بر مشکلات اقتصادی به از دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق با وجود درآمدهای بالای نفتی در این دولت تاکید کردند. اسحاق جانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز 11 دیما با اشاره به درآمد 700 میلیارد دلاری فروش نفت در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گفته بود اگر طبق قانون برنامه عمل می شد اکنون باید 300 میلیارد دلار در صندوق توسعه ارزی داشتیم این در حالی است که حسن روحانی نیز در روزهای ابتدایی ریاست جمهوری خود گفته بود دولت وی خزانه را خالی تحویل گرفته است به گفته این دولت روحانی در دولت محمود احمدی نژاد نقدینگی در جامعه هفت برابر شد و برای مسکن مهر 43000 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شده است. این سخنان آقای نوبخت در حالی است که در پی کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی مسئولین دولت روحانی از احتمال کسری بودجه برای سال 94 خبر دادند. در لایحه بودجه سال 94 ایران قیمت نفت به ازای هر بشکه 100 دلار پیش بینی شده بود اما خبرگزاری فارس دهم ده بهمن ماه گزارش داده بود که قیمت نفت در لایحه بودجه 94 در کمیسیون تلفیق مجلس به صورت غیر مستقیم 40 دلار تعیین شده است سخنگوی دولت ایران همچنین گفته است دولت حسن روحانی برای موقعیتی که مذاکرات اتمی با کشورهای گروه پنج به علاوه یک شکست بخورد نیز برنامه دارد وی در این حال تصریح کرد اقدام دکتر روحانی این بود که پروژه نفت در برابر غذا رو که روی میزشان بود متوقف کرد تا از حقوق ملت ایران با زبان دیپلماسی حقوق و قانون صحبت کند برنامه نفت در برابر غذا تدایی کننده برنامه با همین نام است که در سالهای پایانی حکومت صدام حسین در عراق توسط سازمان ملل در این کشور اجرا شد در جریان این برنامه مقرر شده بود تا این کشور تحت نظر سازمان ملل آیدی حاصل از فروش محدود نفت را برای خرید غذا دارو و اقلام ضروری انسانی هزینه کند احمد قلعبانی معاون سابق وزیر نفت ایران یکم اردیبهشت 92 با اشاره به وصول نشدن درآمدهای فروش نفت ایران به دلیل تحریم‌های غرب از فراهم شدن امکان وارد کردن غذا و دارو در ازای فروش نفت به دیگر کشورها خبر داده بود 16 دی ماه 91 نیز محمد حسن آسفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشدار داده بود که تحریم های آمریکا علیه ایران به سمت برنامه نفت در برابر غذا پیش می رود. با اجرای تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران صادرات نفتی ایران در دولت احمدی نژاد از حدود دو میلیون و 500 هزار بشکه در روز به حدود 800 هزار بشکه رسید